درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه 30 بهمن ماه ما رو همراهی کنید. زمین لرزه‌ای که شب گذشته بخشایی از شهرستان‌های دنا و سمیروم در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان را لرزاند، تا به حال مطابق با اعلام سازمان اورژانس کشور 44 نفر شامل 4 نفر در سمیروم و 40 نفر در شهرستان دنا مصدوم در برداشته است. برخی خبرگزاری‌های داخلی حال دو تن از مجروحان این زلزله را وخیم گزارش کردند. رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد نیز اعلام کرده محور یاسوج به سی سخت به دلیل ریزش کوه مسدود شده و مدیر کل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفته این زلزله باعث قطعی آب و برق و خسارت به منازل مسکونی در سی سخت شد. بنفشه جمالی فعال زنان به حبس، جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره مأوا در شهر قم محکوم شد. خانم جمالی در سال 96 در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن در تهران همراه با تعدادی دیگر از شرکت کنندگان بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه بازداشت و اجرای حکم زندان علیرضا نوری، شاعر و عضو این نهاد فرهنگی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که طی سالهای اخیر سرکوب سیستماتیک و فشار حداکثری بر فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه شدت کم سابقه یافته است. قاسم سلیمانی استاندار جدید خوزستان میگوید برای مهار ویروس کرونا مرزهای این استان با عراق بسته می شوند. او گفته بر اساس گزارش ها و بررسی های صورت گرفته ورود گونه جهش یافته کرونا به خوزستان از عراق بوده است. نخست وزیر اسرائیل و خبرگزاری دولتی سوریه در بیانیه‌های جداگانه ای تایید کردند که این دو کشور متخاصم با میانجیگری روسیه در حال مذاکره برای انجام معامله‌ای درباره تبادل زندانیان دو طرف هستند. سوریه در مقابل آزادی یک دختر اسرائیلی که به اشتباه وارد سرزمین‌های این کشور از ناحیه قنیطره شده است، خواهان آزادی دو شهروند ساکن ارتفاعات جولان است که در اسرائیل زندانی هستند. تنش بین ترکیه و ایالات متحده دو عضو پیمان ناتو در پی متهم شدن واشنگتن توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به حمایت از گروه‌های مسلح کرد بالا گرفته است. ترکیه این گروه‌ها را متهم کرده که 13 شهروند این کشور را در شمال عراق کشتند.